من شک ندارم اینجا بهشت. در دامنه کوههای شهری که به بهشت گلستان معروفه کاری کرده کارستان. این تنوع اقلیمی فرصت‌های زندگی های بهتری رو اینجا به ما میده. آقای فرشباف داماد طبیعت دوست معروف کشورمون دکتر بسکیه. باید اینا همه جنگل بشه که بارون بیاد. و منش دکتر در وجود اون نیز هست. مسئولیت سترگ و ارزش ما این است که اینجا رو نمایشگاهی بکنیم برای افزایش سواد محیط زیستی انسان‌ها. او برای رسیدن به این هدف مجتمع بزرگی به وسعت 40 هکتار از تولیدات محصولات مختلف راه انداخت. قدیمی ترینش باغ 20 هکتاری زیتونه. باغ مادری شامل 13 رقم انواع زیتون. یاد دکتر بسکی به خیر، وقتی که بحث این رو پیش بردن که ما نیاییم از آبهای این منطقه و چاه‌های عمیق شاری بکاریم و همش می‌جنگیدن با مسئولین و مردم، گفت همه رو درخت بکاریم. آقای فرش با شکل‌های مختلف تولید رو امتحان کرد و خوب جواب گرفت، مثل تولید لیموتاش. خیلی خوب، خیلی خوب. نگهداریش راحت‌تر، آفت کمتر داره. با امکانات روز تولید دیگر محصولات گلخانه‌ای رو هم داره. هرچی شما شرایط محیطی براش بهتر کنی، کیفیتش، بازارپسندیش خیلی بهتر میشه. ایجاد توتستان که نیاز مردم منطقه در تولید ابریشم هست، ایجاد باغ میوه با 17 رقم مختلف و احداث مجتمع 4 هکتاری گردشگری کشاورزی هم جزو دیگر اقداماتش هست. یه نکته که در این مجتمع خیلی جالب بود این که در کنار کار و تولید توجه به زیبایی فضا هم خیلی اهمیت داره. مثلا اینجا محل پرورش انگوره که به دالان بهشت معروفه. در کنار اینها زنبورهای عسل هم بی کم و کاستی زیست دارند. بیشتر منظور ما تولید عسل نیست، بیشتر گردافشانی طبیعت و در کنار این کار داریم محصول هم برداشت میکنیم. همه این اقدامات یک طرف، پرورش دام سبک و سنگین هم یک طرف. تو کشور مقام داریم، مقالات دامپروری خب اینجا توی بخش کارشناسی ارشد اجرا شده. در این مرکز حدود 3 ساله روی ارتقای ژنتیکی نژاد دالاغ که گونه ای محلی هست داره کار میشه. ترکیب 3 نژادی هستیم. بتونیم نژاد محلیمون رو از لحاظ ژنتیکی ارتقا بدیم و بتونیم بهره‌وری بیشتری داشته باشیم از این قضیه. آقای فرشباف برای تأمین آب در بخش‌های مختلف مجتمعش از آب باران بهره می‌گیره. با سیستم جمع‌آوری آب تونستیم نزدیک به 40 هکتار درخت و باغ و گاو و گوسفند و گلخونه رو آبیاری کنیم. خرد مدیریت آبی ایجاب می‌کنه که ما قدرش رو بدونیم. او به همه همکارانش به چشم اعضای خانواده‌اش نگاه می‌کنه. 10 سال تو همین گلخانه کار می‌کنی. هر وقت ما از آقای فرشباف کمک اینا خواستیم به ما کمک کردن. این احساس وظیفه در سطحی بالاتر در رفع نیازهای منطقه هم نمود داره. دکتر بسکی سرآمد این کار بود و ما فرزندان ایشون، ادامه دهنده راه ایشون، فرزندان ما به عنوان نوگان ایشون در جریان این مسائل هستند. وجود چنین افرادی که نه و نشد در کارشون نیست، یک سرمایه است. خاطره تیموری، خبرگزاری صدا و سیما، مینودشت.